الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعدائهم. عرض سلام و ادب دارم خدمت یکایک که شما بینندگان عزیز و ارجمند، وقتتون به خیر باشه و امیدوارم که هر کجا که هستید در پناه حق صحیح و سالم باشید و انشالله آماده باشید تا با یکی دیگه از برنامه های سرزمینش مهمون خونه های شما باشیم. از کربلای معلا صدای بنده رو میشنوید به صورت زنده از بین الحرمین و انشاءالله نایب الزیاره شما در این مکان مقدس هستیم. اجازه فرمایید خیلی بی مقدمه بریم سراغ برنامه و عرض سلام دادن خدمت کارشناس عزیز و ارجمند برنامه، جناب حجت الاسلام و المسلمین شیخ زکی بیاتی که از کشور سوئد شهر استکهلم با ما در ارتباط هستند و بعد از اون انشاءالله وارد ادامه بحث بشیم. حجت بیاتی سلام عرض میکنم خدمت شما، وقتتون بخیر باشه انشاءالله. سلام علیکم، شب بخیر و انشاءالله زیارت و عبادت ها هم قبول باشه از شما و کلیه بینندگان عزیز و ارجمند. انشاءالله، خیلی ممنون و متشکرم. اجازه بفرمایید خیلی سریع عرض سلام بدیم خدمت آقای امام حسین آقا و فضل عباس علیه السلام و بعدش انشاءالله وارد بحث بشیم. یالله. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا ابا عبد الله الحسین، السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين ورحمة الله وبركاته، اللهم لا تجعله آخر العهد مني لزيارته. السلام عليك يا سيدي يا مولاي يا أبا الفضل العباس، السلام عليك يا قمر بني هاشم، السلام عليك وعلى أبيك أمير المؤمنين وأمك فاطمة أم البنين ورحمة الله وبركاته. أحسنتم، قبول باشي إن شاء الله. خب الحمدلله امشب هم توفیق حاصل شد تا همه ما عاشقان اهل بیت عصمت و طهارت، چه مایی که در کربلا هستیم، چه عزیز کارشناسی که در کشور سوئد هست هزاران کیلومتر با کربلا فاصله داره، چه شما بیننده عزیزی که نمیدونم کجای این دنیا هستید ولی به هر حال نزدیک کربلا نیستید، همه ما همزمان زائر آقای امام حسین علیه السلام بودیم و یک زیارت در پرونده اعمال خودمون ثبت کردیم. حساب بکنید اگر هر روز یک سلام با آقای امام حسین علیه السلام بدیم و یک زیارت در پرونده اعمالمون ثبت بکنیم، تا آخر عمرمون چند زیارت میشه، چند سلام خدمت آقای امام حسین علیه السلام داریم و چند جواب سلام از آقا دریافت کردیم و چقدر نعمت، چقدر رحمت و در حقیقت برکت به زندگی ما وارد شده با پاسخی که آقا ابا عبدالله حسین علیه السلام به ما میدن. حاجی بیاتی اگر اجازه بفهمید بریم سراغ بحث و در خدمتون باشیم با ادامه مبحث فضائل اهل بیت عصمت و طهارت. من در خدمتون هستم، سوالی نمیپرسم چون ادامه بحث در اختیار شماست و استفاده میکنم. امام علی سلام الله علیه آمد السلام الان دعوت کنن ما اینه که الان مطالعه میکنیم ببینیم که امام معصوم فقط پیشوا نیست، دیشب در صحبت بود که دعوت کننده مردم هم هست. حالا ما اگر میخوایم درباره این کلمه پیشوا بگیم
و امام معنای امام بگیم حرف زیاده، ولی فقط من اون رو مختصرا یه خورده از آداب و اخلاق امام یاد بگیریم، چون خیلی ها تماس گرفتن و گفتن که یه کمی از آداب و اخلاق امام معصوم که به مردم توجیه کرده چطوری باید فرزندانمون رو در این زمان دعوت بکنیم به دین، به هدایت بکنیم. اول ما خودمون که پدر و مادر هستیم، یا ما به عنوان پیشوا و عنوان رهبر برای فرزندانمون هستیم، باید اول خودمون درس اخلاق ائمه اطهار را یاد بگیریم تا بریم جلو. ما در زیارت میگیم که امام پیشوای ما هست، ائمه اطهار رهبران ما هستند، و مهمترین چیزی که کسی که باید از رهبر خود یاد بگیره و از امام و پیشوای خود یاد بگیره، اولین چیزمون اخلاقه، چون امام امام اخلاقه قبل از همه چیز. هرچند که امام امام دین است، امام مذهب است، امام روح است، اما مسئله اخلاق یکی از مهمترین کارهایی که امام معصوم یا پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله آمدن که به این امت شرح بدن. یعلمهم الکتاب یزکیهم و یعلمهم الکتاب، تزکیه همون پاک کردن مردم از گناه و اونها را در زندگی پاک و تمیز و طاهر زندگی بکنن و هم اونها را تربیت کنن. یعلمهم الکتاب و الحکمه، کتاب قرآن، قرآن می باشد و حکمه همون آداب نود. حالا من این شب یه چند تا مختصرا از اون آداب اهل بیت بر تربیت و اخلاق فرزندان میخوام امشب مخصوصا چند جمله اینا صحبت بکنیم اگر اجازه هست. انشالله استفاده میکنیم از این بیت که پیامبر اسلام یکی از موارد مهم اخلاق و تربیت فرموده نعم الولد البنات المخدرات، بهترین فرزندان شما دخترهای محجبه. خیلی جالبه، بهترین فرزند خانواده که خدا به او یک فرزند دختر قسمت بکند و اون دختر با تربیت باشد و مخدره و محجبه باشد. خیلی مهمه که آدم بتونه یه چنین مرحله‌ای برسه که خداوند متعال یک دختر، یک فرزند دختر بهش بده و اونم مخدره باشه، چون تو این زمان خیلی سخته. فرمودن نعم الولد، یعنی بهترین فرزند، البنات المخدرات، من كانت عنده واحدة جعلها الله له سترا من النار. اگر خانواده ای یعنی پدر و مادر فرزند دختری داشته باشن و اونم مؤمنه و محجبه تربیت بار آوردن، این باعث میشه یک حجاب، یک دیوار بین این پدر و مادر و آتش جهنم. یعنی اون دختر یا اون دختر فرزند مؤمنه پدر مادر را به سوی بهش میبرن. یک. دو، از امام صادق فرموده ان الله عز و جل لیرحم الرجل لشدت حبه لولده. امام صادق میفرماید که خداوند متعال، اخلاق، اخلاق خیلی مهمه، پیشوایان اخلاق هستن ائمه اطهار ما. حالا بیا زندگی نامه امام حسین رو بخون ببین چه خبره، که میفرماید خدا اگر بخواد دوست داره، خدا دوست داره، لیرحم، خدا رحمت کنه، اگر بخواد رحمت کنه، خدا رحمت کنه و میامرزد اون کسی که فرزند پسری داشته باشد یا فرزند دختری داشته باشد و اون را دوست دارد. چون دوست داشتن فرزند هرچند که از فطره زندگی انسان است، اما دوست داشتن در برای خدا بازم یک ثواب بیشتری هم دارد. بازم از امام، از رسول الله فرمودن که پدر باید اگر وعده‌ای به فرزندان خود داد، به وعدش، به قولش وفا کند، چون فرزند از پدر و مادر، اول از پدر و مادر یاد میگیرن درس اخلاق، از خانه یاد میگیره قبل از که وارد کوچه بشه. یعنی فرزند انسان از زمانی که به دنیا میاد تا زمانی که وارد کوچه بشه، 5-6 سال 7 سال بره، 6 سال بره مدرسه، این 6 سال زندگی یک فرزند که از نظر اخلاق از اونجا یاد میگیره. این مانند یک صفحه سفید خام، هیچی توش ننوشته،
در این 6 سال اول فقط فرزند گوش میکنه، هرچی پدر و مادر حرف میزنن صحبت میکنن بین خود این میشنوه، جواب میکنه، هر کاری که انجام میدن فرزند نگاه میکنه، زبون نداره جواب بده ولی نگاه میکنه گوش میکنه چون هوش داره. بعضی ها میگن نه بابا کجا میفهمه بچه از کوچیکه، نه اشتباه بزرگیه، چون اسلام گفته زمانی که بچه به دنیا بیاد اولین چیزی که باید بشنوه تکبیر نماز، اذان با اقامه اذان، اقامه نماز، این دو چیز را در گوش راست اذان باید گفت و در گوش راست و در گوش راست باید اقامه را بگن، چون فرزند از اونجا شروع میکنه به شنیدن صداها و یاد گرفتن و اون محفوظ میشه در ذهن باطنی فرزند. بعد میفرمایند رسول الله بازم ان یساوی بینهما فی المحبه، ما بین این دو فرزند یا هر چند فرزند که داره، دختر، پسر، 1، 2، 5، 6 هر چقدر فرزند داشته باشه، محبت را و دوستی ما بین اونها مساوی باشه، نباید فرق بذاره. این ربطی به پول دار و فقیر هم نیست، چون هر خانواده یا خودشون فرزند دارن. محبتی که پدر و مادر اظهار میکنن برای تربیت فرزندان باید یکسان باشه، تفرقه نگذارن، چون با تفرقه گذاشتن این کوچیکه، این بزرگه، این خوشکله، این خوشزبونه، این دختره، اون پسره، این تفرقه انداختن بین فرزندان، فرزندان را در آینده وقتی که بزرگ میشن یک عقده خاص تو دل پیدا میشه براشون که بر اساس اخلاقشون تأثیر میذاره. بعد ان یسمی ابناءه اسماء الانبیاء، باید اون کسی که خدا بهش فرزند میدهد باید فرزندان خود را با نام پیامبران یا نام اولیاء الله الصالحین، یعنی ائمه اطهار. عزیزان من، خانواده های مؤمن، اون کسانی که در اروپا زندگی میکنید، در آمریکا، در کانادا، در استرالیا یا در هر جای نقطه جهان زندگی میکنید، میبایستی توجه کنید نام گذاشتن برای فرزند، چه پسر باشه چه دختر، خیلی مهمه بر تربیت اون، چون نام معنای الگوی انسان. اگر نام او علی گذاشتی، اگر نام اون دختر فاطمه گذاشتی، الگوی اون شخصیت های صاحب نام بر اون فرزندان ما میشن. حالا اگر یک نفر بیاد نام فرزندش را با یک نامی از این نامهای متمدر، به قول خودشون متمدر میگذارن و مدرن و از این حرفا، خب بچه هم وقتی که اسمش را یکی از اون کسانی که مثلا بوکس باز یا فوتبالیست یا ترانه‌خوان یا نمیدونم چی، این بچه یعنی رشدش و نگاهش به اون شخصیت میشه. خیلی مهمه که باید ما نام و اسم فرزندانمون را به بهترین اسمایی که خدا دوست دارد، نه فقط من و شما دوست داریم، اون نامی که خدا دوست دارد، اسامی اهل البیت، پیامبر اسلام اسم ائمه اطهار را خودش نگذاشته، از آسمان نازل شده، اسم امام حسن و حسین و زینب، پیامبر اسلام منتظر بود که جبرئیل بیاد نامگذاری بکنه از طرف خدا. و اینم در تاریخ مشتاق ما درباره صحبت این میخوایم بگیم چون وقتمون داره میگذره. پس ائمه اطهار سلام الله در این زیارت، الائمه پیشوا، و معنای پیشوا یعنی از او باید یاد بگیریم، امام ما هستند و رهبر ما هستند، باید یاد بگیریم از اخلاق آنها. میبینیم تمام فرزندان آنها، مثلا امام حسین سلام الله علیه 3 فرزند داشتند و در اون 3 فرزند در کربلا حاضر بودند و هر 3 هم علی بودند، علی اکبر، علی اوسط، امام زین العابدین، علی سجاد و علی اصغر. یک نفر از اون مردم سوال میکنه از امام حسین در مدینه، فرمودن چند تا پسرای شما، همشون اسمشون علی هست. گفت اگر خدا من 40 فرزند دهد و 40 پسر فرزند اونم بده، هر 40 را به نام علی میگذاره، چون ما باید اسم مبارک را بالا ببریم، اسم علی ابن ابی طالب. واقعا خانه ای که نام علی ابن ابی طالب در اون خانه هست،
اون خانه خیلی به برکت میشه و هیچ نفاقی در اون خانه ایجاد نمیشه. خانه ای که به نام محمد صلی الله علیه و آله و سلم روایت داریم، اگر خانه ای که نام محمد، فرزندی که به نام محمد در خانه، فقر در اون خانه وارد میشه، فقری که گفته میشه نه فقط پول و غذا، فقر اخلاق، فقر رفتار، فقر روح انسان، روان انسان. پس بیایید از همین الان از دست مسلمانان هر کسی که بزن این از قدر پیامبر از این اول انسان سؤال بکنه که اسم تو چی؟ خب امام و دعوت کننده به سوی راه حق، به سوی خدا، به سوی ایمان، به سوی اخلاق. حالا ما از امام حسین سلام الله علیه پیشوای خودمون نمیدونیم، فقط چیزی که یاد گرفتیم زیارت میخونیم سینه میزنیم، اما از اخلاق امام حسین فراموش کردیم که امام حسین تفرقه نداشت بین مردمی که اونجا بودن. سیاپوس در لشکر امام حسین بود، ترک بود، فارس بود، رومی بوده، بزرگ بود، و این یکی از اخلاق بزرگ اسلام است که هیچ تفرقه نمیگذارد. امام حسین سلام الله علیه به دشمن آب داد و به دوستان خودم آب داد. دشمن آب داد یعنی روزی که حر بن یزید ریاحی با 1000 سرباز آمده بود با امام حسین به جنگه، تورا وقتی که مسیرشون به امام حسین خورد، اونا هنوز مرید امام حسین نبودن، اومدن که با امام حسین بجنگن. امام حسین به اونا آب داد و این از اخلاق ائمه اطهار ما. پس ما باید انقدر اخلاق و رفتار ائمه اطهار رو یاد بگیریم، حتی زمانی که مقابل شیعه بودن اونها باشیم، چون امام صادق میگه آدم بد اخلاق شیعه من نیست، این از طرف ما نیست اصلا. شیعه بخیل نباید باشه، شیعه ای که بخیل باشه امام اون رو دوست نداره، خدا هم دوست نداره. شیعه بد اخلاق امام دوست نداره، خدا هم دوست نداره. خوش اخلاق با جود و کرم. حالا ما انشالله این سه کلمه بازم بوده که از امشب آخر برنامه انشالله من به خدمت بینندگان عزیز انشالله خواهم گفت. خواهش میکنم، بفرمایید. خدا حفظتون بکنه آقای بیاتی. نمیدونم چقدر هنوز فرصت داریم تا پایان برنامه، اگر از اتاق کنترل به من اطلاع بدن ممنون میشم. بله البته بل. یکی از کلمات مهم والقادة الهدات. حاجی بیاتی ما تقریبا 15 دقیقه تا پایان برنامه فرصت داریم، حالا راجع به ادامه بحث در خدمتتون هستیم. ان شاء الله آنچه صلاح میدونید برای بحث مفید هست بیان بفرمایید، با توجه به فرازهای زیارت جامعه ان شاء الله استفاده میکنیم. در خدمتتون هست. البته من صدا را صاف نداشتم، متوجه نشدم چه سوال فرمودید. به یکی از مسائل مهم بازم در این زیارت که بازم آمده درباره شخصیت ائمه اطهار، ببینید هر بندی از اون یک موقع خاص خدایی امام آشکار میکنه نشان میده. مثلا و سادت الولاد، ساده یعنی از نظر والا مقام و والا مقام، و سادت الولاد ولی امر و نادت الحماد، امام ترسو هیچ وقت نبودن. و به این مسئله خیلی مهم و اهل الذکر، ذکر یکی از اسمهای قرآن مجید می باشد و اهل الذکر یعنی اهل قرآن، یعنی اهل قرآن خودشون قرآن رو تفسیر میکنن. وقتی که آیه یکی از آیه قرآن میگه واسألوا اهل الذکر، هر وقت شما سوال داشتید از امام سوال کنید، از اهل الذکر سوال کنید که امام معصوم می باشد که می فهمد واسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر شما چیزی را نمیدونستید آقا ما بلد نیستیم چیکار کنیم، بله از اهل ذکر یعنی از ائمه اطهار سوال کنیم و ایمان ما
هر چی که گفتن از اون زمان تو الان محفوظ مونده و هیچ تغییری نکرده و تو الان هم بازم میشه استفاده کرد از حدیث بزرگواران، چون روایت ها خیلی زیاده و خیلی مهمه توی زندگی انسان. من خیلی خجالت زده میشم وقتی که عزیزان من اخلاق یاد بدن، ولی فقط بر خودم دارم میگم و تذکر میدم یا این کتاب های اخلاقی که در باره اهل بیت مالات اهل بیت ذکر کرده استفاده بکنیم، مانند مکارم اخلاق رسول الله ترجمه شده بازم بکنه خوبه اون زندگی انسان یه خاص با ایمان. بعضی وقتا میتونید از این کتاب مفاهیم که حجنان خدا رحمت کنه علامه خمینی جالب نوشته خیلی مثلا اگر این نماز رو بکنی این انسان مثلا این که لازم داره انسان در روزمره زندگیش میده در بایات صالحات بازم از اون کتاب استفاده بکنه و کتاب های اخلاقی دیگر. و آخرین کلمه ای که ما بازم امشب میتونیم تذکر بدیم و در باره اون صحبت بکنیم و بقیت الله و خیرته، امام و مسلم بقیت الله هست، یعنی اون چیزی که خدا انتخاب کرده و فرمان داده به دست او فرستاده و بعد و خیرته خدا خودش انتخاب کرده. انتخاب یعنی ایمان یک منصب جایگاه خاصی هستش که فقط خداوند متعال خودش انتخاب میکنه برای این مقام و برای این منصب. نباید هر کسی که بیاد بگه آقا ما فلانی رو بهتر دوست داریم، میشه مثلا ما رو انتخاب بکنیم؟ نه نمیشه، چون قضیه دین فقط خدا انتخاب میکنه و خدا خودش مسئوله که توجیه بده به مردم و بگه فلانی باید پیش با باشه. حالا چه کلمه ای که البته من خیلی آزم میخوام از برادرم استاد مصطفی بزرگمی ها، چون ندونستم امشب ازش چیزی بشنوام چون صدا خیلی بد بود، من همین بار دیگه حسابی میکروفون گرفتم و همینطور پیش رفتم دیگه. باز امشب خواستم سه مطلب رو بگم بازم در باره و تلاعتت ایاک و صحبتی هم به عنوان هدیه، چون مورد میشب هدیه از دست تو رفت، حالا گفتیم امشب کن و تلاعتت ایاک. بازم از اخلاق ما با زیارتنامه های ما 80% از اخلاق گفته شده، از اخلاق ائمه اطهار صحبت شده، از مقام ائمه اطهار ما گفته شده و تراتت ایاک و صحبته هم میگه سه نفر با اون دوست نشد، از این سه نفر دور شد، اونا رو با امان دوست و رفیق صمیمی خود نداشته بود، نگه ندار، سفر نکن با این سه نفر. خب اینا کیا هستن که خیلی مهمه باید یاد بگیریم؟ اولا الاحمق، بلا نسبت بر شنوندگان عزیز، اولین کسی که باید از دور باشی اون کسی که احمق باشه، بلد چیز کار خیر و بد رو بلد نیست. دوم و قلیل الهمه، یعنی کسی که بی دقتی کند، دقیق نباشه، جو براش مهم نیست کار خلاف کرد، کار حرام کرد، چیز اشتباهی ما رو کسی برداشت، چیز پاک یا غیر پاک همینطور خورد، مثلا از بعض مثلا در اروپا خصوصا از رستورانی که مثلا معروف زیاد نیست حلال حرام همینطور بیکار میخوره بره، با این انسان دوستی نکنید، چون این شما را به گمراهی میاندازه، شما به شما ضرر میرسونه. و بگیم و قلیل الهمه یعنی بیدقتی، یعنی آدمی که بیدقت باشه در امور دینش، در امور قضا، در امور مردم، قیبت میشه براش مشکل میگه، دروغ میگه، فاش میده، با این انسان هیچ وقت رفیق نباش، همراهی نکن، سفر هم نکن، ضرر میرسونه، چون از اخلاقش یاد میگیره. سه و قلیل المروءه، قلیل المروءه یعنی ناجمعه، و انسانی که ناجوانمرد بیرحم باشه هیچ وقت دوست نشد. کسی که بیرحم باشه
به عنوان مثل قلیل المروءه، یعنی ناجوانمرد، غیرتی نیست، آدمی که براش مشکل نیست، جنگ و جو دوست داره، دعوا بکنه با هر کی که باشه و هر وقت شما چیزی نیاز داشتی کمکت نمیکنه، به دیگران کمک نمیکنه. با این شخص هم دوست نشو، مسافرت نکن، چون اگر خدای ناکرده با چنین شخص دوست شدی یا رفیق سفر شدی یا رفیق راه شدی، شما را وسط راه نمیکنه. خیلی مواظب باشیم، سه چیز است: یک، احمق را دوست نداشته باشید، یعنی باهاش دوستی نکنید، باهاش مسافرت نکنید، چون روایت داریم احمق کسی هستش که برای اینکه شما را خدمت بکنه شما را به مشکل میندازه، به خودش هم نمیدونه دیگه، عقلش کمه، احمقه. دوم، قلیل هم نبود، خیلی دقت بود، یعنی برایش مشکل نیست، هر کاری که انجام داد مردم میبینن عیب زشت حرام مکروه انجام میده. سوم، و قلیل المروءه، کسی که ناجوانمرد است. تو ما جوانمرد داریم و ناجوانمرد، آدم جوانمرد خیلی جالبه باهاش دوست بشی، همیشه هر مشکلی که داشته باشی میاد زیر سفر میایست که کمک. امام حسین سلام الله علیه که ما انشاءالله هم از این کانال مبارک صحبت میکنیم، امام حسین همونم همینطور، کسانی که جمعتر روز عاشورا جوان مرد، زندگی خود فدای امام حسین و فدای دین و فدای ناموس امام حسین، خودشون فدا کردن و خدا اونها رو ثابت کرد و نامشون تا الان مونده و هر روز ما به اونها سلام میکنیم. بین هلونده و خاتمه میدم، زنده اونها وقت درمونده میدم، فقط این رو بگم آخر صحبتم باشه. وقتی که ما میگیم السلام علیک و علی الارواح التي حلت بفنائك، این جمله رو ما هر روز میخونیم در زیارت، الارواح التي حلت بفنائك، به معنای این است که اون کسانی که الان در قبری که در شهر کربلا دفنند، این سلام شما فرستادی برای سلام خدا دار، سلام الله علیک و علی الارواح، سلام خدا بر سایه علی و اون ارواحی که در کربلا دفن شده، ارواح التي حلت بفنائك. دو، ارواح اجنه و مؤمنین و فرشتگانی که حاضر هستن، یعنی تمام زوار امام حسین شما داری بهشون سلام میکنید. تو یک از وفات یکی از صحبت های قلب من گفت که طور میشه شما سلام بکنید به زوار، گفتن این تو زیارتنامه آمده و اونم ارواح در جمله کلمه ارواح داری شما سلام میکنید، الارواح التي حلت بفنائك، اون ارواحی که جمع شد، تمام انسان ها، تمام چیزهایی که روح داشته باشه، حتی بر پرندگان که تسبیح خداوند متعال میکنن، هر کسی که وارد زیارت امام حسین میشه، ارواح بازم به مردگانی که وارد زیارت، بازم شما سلام میکنید. ما داریم هر کسی که خواست زیارت کنه، 124,000 پیامبر اگر خواست زیارت کنه بله، شب جمعه زیارت امام حسین کرد. وقتی که شما میگیم السلام علیک و علی الارواح التي حلت بفنائك، اون ارواح پیامبران حساب میشه و تمام ارواح ائمه اطهار و تمام مؤمنین و صالحین و شهدا شما سلام میکنید. پس خیلی جالبه، آدم معنای الارواح التي حلت بفنائك معناش بدونه، یعنی شما دیاری سلام میکنید به امام حسین و کلیه ای که متعلق به امام حسین هستن، چه الان زیارت میکنن، چه بعدا زیارت میکنن و چه کسانی که اونجا هم دم بودن. خدا حفظتون بکنه، موفق باشید. آقای بزرگان سلامت باشید. حاجا بهتنی هم صدای بنده رو دارید یا نه؟ بسیار بسیار ممنونم، مطالب به ارزنده رو بیان فرمایید، بلخص راجع به زیارت آقای امام حسین علیه السلام که حقیقتا این زیارت دل و روح آدم رو جلا میده. دعا میکنم انشاءالله هرچه سریعتر این مشکل و مسئله کرونا برطرف بشه یا بالاخره راه حلی برای اون پیدا بشه تا انشاءالله مردم مجددا به زندگی عادی خودشون برگردن و دوباره شهر مقدس کربلا همچون گذشته شاهد خیلی عظیم زائران آقای امام حسین علیه السلام باشه که به شهر مقدس کربلا رهسپار میشن و تربت
مقدس کربلا رو تو تیای چشماشون میکنن. ما تقریبا 5 دقیقه تا پایان برنامه هنوز فرصت داریم، به خاطر اینکه برنامه یک مقدار دیر شروع شد یک تایمی رو مختصرا به ما دادن و نمیدونم اگر ادامه بحث مطلبی موردی مسئله هستش که صلاح میدونید باز هم بیان بفرمایید در خدمتتون هست. بله 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 در خدمتتون هستیم، اگر مطلبی موردی هست که در حقیقت تو این 5 دقیقه باقی مانده مایل هستید بیان بفرمایید ما در خدمتتون هستیم. بله، یکی از جمله هایی بازم که در زیارت جامعه ما وقتی که سلام میکنیم به ائمه اطهار سلام الله علیهم در این زیارت و به نام جامعه، چون امام خواست یاد بده به اون شخص که طرفدار امام بود و از شیعیان مهم امام هادی بود و این زیارت جامعه بازم داریم، این زیارت جامعه از امام سجاد هم نقل شده، از امام صادق هم نقل کرده، ولی این زیاد این جامعه زیاد چیز ما داریم الان درباره تفسیرش صحبت میکنیم. میبینیم امام چیزی نگذاشته مگر اینکه به شخصیت اهل بیت و ائمه اطهار به اون عنوان کرده و شخصیت اونها رو بر مردم معرفی کرده. یعنی بابا همه کس رو ما نمیتونیم به عنوان رهبر انقلاب رهبر قبول بکنیم، نمیتونیم به عنوان پیشوا قبول بکنیم، هر کی که اومد خلیفه رسول خدا شد، هر کی که اومد پرچم برداشت گفت من نماینده پیامبر هستم، نمیشه. چون اون صفاتی که امام گفته در این زیارت، باید امامی که پیشوا باشه باید تمام اون صفت ها رو داشته است. یکی از اون صفت ها از طرف خدا، دوم باید عالم غیب باشه، از غیب باید گفت بگه صحبت بکنه و مردم، سه باید راهنما باشه، چهار باید اخلاق پیغمبر را داشته باشه، پنج باید از خاندان پیغمبر، خیلی مهمه. الان ما وقتی که بیایم میبینیم هارون لارشید علیه اللعنه میگه منم از خاندان پیغمبر هستم، منم از بنی هاشم هستم. امام فرمودن نه خیر، تو از اهل بیت نیستی، چون قاطی کردن گفتن اهل بیت زنهای پیغمبر، اهل بیت دخترای خدیجه سلام الله علیها، دو اهل بیت اصحاب رسول الله. نه بابا، اهل بیت معرفی شدن در قرآن و در تاریخ رسول الله و در سنت پیامبر همچنین که پیامبر اسلام معرفی کرده. اهل بیت مشخص شدن کیا هستن، یک علی، فاطمه، حسن و حسین. بعد از اون اهل بیت به عنوان اهل بیت که پیشوایان باشن از فرزندان امام حسین، فقط با اون فرزندانی که از امام حسین آمدن 9 تا امام هستن تا امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف، اینا پیشوا هستن، اینا اسماشون ثابته و چندین روایت پیامبر اسلام درباره اون اسما و اون شخصیت ها در کتاب های مخالفین از کتاب های شیعه بیشتر آمده که پیامبر اسلام بعد از من علی و حسن و حسین و همچنین تمام اسمای ائمه اطهار سرگاده. خب حالا یه مسئله بازم خیلی مهم باید آدم متوجه بشه. حالا من الان خواستم اون امام رو بدونم، آیا امامانمون یکی مثلا جنگید، یه نفر خونه نشین بود، یک نفر با او جنگیدن، اون رو زهر دادن، شهیدش کردن، یه نفر زندانش کردن در بغداد، یه نفر تبعیدش کردن به مشهد، چند نفر تبعید کردن سامر را، آیا اونا با همدیگه فرقی دارن؟ ابدا، کلهم من نور واحد، ائمه اطهار ما یک نور می باشند و نور اونها از نور رسول الله می درخشد و نور رسول الله از نور خدا می باشد. ما اونها رو نمی پرستیم، ما اونها رو به عنوان پیشوا و رهبر قبول داریم و وظیفه هر مسلمان این رو باید قبول بکنه که آقا وقتی که سوال بکنن از شما آقا رهبر شما کیه؟ ائمه اطهار هستن. و هر زمان باید امام باشه
و الان هم در زمان غیبت امام معصوم امام حجت الله فی الاراضین امام صاحب الزمان مهدی موعود عجل الله تعالی فی فرجه الشریف این الان امام ماست و الان احسن. بسیار عالی، احسنت آقا جای بیاتی، خیلی ممنون و متشکر. عذر میخوام فرمان شما رو قطع کردم. کوته فکری محض و در حقیقت کوته نگری محض هست اگر کسانی شیعیان رو متهم بکنن به پرستش ائمه اطهار علیهم السلام. خدای عزوجل وحده لا شریک له هست، خدایی است که در حقیقت لیاقت پرستیده شدن و در حقیقت آنقدر بزرگ است که قابل وصف نیست و این خداست که در حقیقت ارزش پرستیدن داره و مابقی مخلوقات هم از آقا رسول الله و اهل بیت اسمت و تعالی تا تمامی آنچه که در اطراف خود میبینیم مخلوقات او هستند و نزدیکترین و بهترین مخلوقات به خدای عزوجل کسانی هستند که با تقوا ترن. ان اکرمکم عند الله اتقاکم. خیلی ممنونم حاجی بیت از این که در این چند شب وقتتون رو به ما و بینندگان دادید، استفاده کردیم. هرچند ارتباط با اسکایپ یک مقدار ارتباط مشکلی هست به خاطر بحث اینترنت و بحث در حقیقت اون مشکلات فنی که پیش میاد، ولی به هر حال از سعه صدر شما بسیار بسیار متشکرم، ممنونم و تا دیدار بعد شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خواهش میکنم، موفق باشید انشاءالله. زنده باشید. همچنین نایب وزیر شما هستیم انشاءالله. خب بینندگان عزیز و ارجمند، از شما سپاسگزارم از اینکه تا به این لحظه با برنامه سرزمین عشق همراه بودید. همونطور که مستحضر هستید این برنامه به هر حال داره به صورت اسکایپی ارتباطش رو با کارشناسانش برقرار میکنه و انشاءالله که شما بینندگان عزیز استفاده کافی و وافی رو برده باشید. امیدوارم تا این به اینجای برنامه مورد توجه شما قرار گرفته باشه. انشاءالله در شبهای آتی با موضوع دیگه و با کارشناسی دیگه در خدمت شما خواهیم بود. هر چه کجا که هستید موفق و پیروز سربلند باشید. التماس دعا و یا حسین. مهر تو ای حسین جان از دل کشد زبونه مرغ دلم به سویت پر میزنه شبون هر میزنه شبونه مولای من حسین جان آقای من حسین جان